درود به شما گرامیان دارکلی هستم و باز هم در خدمت شما با فلسفه اخلاق و نقد خدا باوری گرامیان گزاره ای که امروز در نظر گرفتم دروغ هست دروغ موضوع دروغ و پرداختن به دروغ یکی از بحث های بسیار مهم فلسفه اخلاق هست و در هر جامعه درباره دروغ گفته می شود و سخنهایی هست میدانید که در گذشته ها برآمده از آین های سنتی و مذهبی به ما گفته بودند و میگویند دروغگو دشمن خداست این جمله دروغگو دشمن خداست برای هر کسی آشناست اما در این برنامه میخواهم به این بپردازم که آیا چنین عبارتی درست است آیا واقعا بنابر این که فرزن فرزن فرض بگیریم که خدایی وجود داشته باشد که ما میگوییم وجود ندارد اما فرزن اگر خدایی هم وجود داشته باشد و آن خدایی که ادیان معرفی کردند به ما اگر واقعی باشد از دروغگویان بیزار است که به ما میگفتند و میگویند دروغگو دشمن خداست همان خدای ادیان ابراهیمی را میگویند خدای دیگری را نمی شناختند و نمیشناسیم که به ما بگویند همین ادیان و مذاهب چنین عبارتی رو به ما دادن که دروغگو دشمن خداست کدام خدا خدایی که خدای موسی بود خدایی که خدای عیسی بود خدایی که خدای محمد بود و نوادگانش آیا اگر فرض بگیریم که خدای ادیان ابراهیمی واقعی بوده و هست به فرض محال همین فرض را در نظر بگیریم آیا این خدا از دروغ بیزار است یا دروغگویان را دوست دارد ما در این برنامه من در این برنامه میخوام فرض کنم و به شما پیشنهاد کنم که فرض کنید خدای ادیان ابراهیمی برای چند دقیقه فرض کنید واقعی بوده و هست در این فرض خیلی از گره ها باز می شود در رابطه با دروغ فرض می کنم ما دیدیم موسی آمد در تاریخ دیدیم در گفته ها دیدیم یعنی شنیدیم که به ما رسید شنیدیم که موسی آمده است پیش از موسی را باید بگویم با پوزش ابراهیم آمده است و در آتش افتاده و نسوخته و مرخی را تکه تکه کرده است و در نقاط مختلف گذاشته و با اشاره ای که برآمده از اراده خداوندش بوده است این مرغ به هم پیوسته و زنده شده است و ابراهیم را در آتش افکندند و نسوخت. حال اینکه این داستان این افسانه که البته برای ما ایرانیان آشناست گرامیان این افسانه سیاوش است. افسانه نسوختن ابراهیم در آتش افسانه سیاوش است. سیاوش از زمان مهرپرستی و پیش از زرتشت افسانه سیاوش بوده است روایتی این را میگوید و پس از زرتشت هم سیاوشی دیگر بوده است و همینطور این افسانه نسوختن مردی بیگناه در آتش متعلق به سیاوش است و در ایران این افسانه زاده شده است یکی از در واقع بخش های فرهنگ ایرانی است از افسانه‌های های ایرانی است زاده ایران است پس نسوختن ابراهیم در آتش همان سیاوش است چیزی بر آن افزوده نشده است همان سیاوش است حال اینکه ما در واقع مواردی داریم که در ارتباط با این افسانه سیاوش در فرهنگمان موجود است گیاهی داریم به نام گیاه خون سیاوشان که از خون سیاوش تغذیه کرده و رویده است الان چنین گیاهی داریم و در جای جای فرهنگمان این افسانه سیاوش جای دارد هستش در اشعار آمده در افسانه های دیگر آمده در بخشی از آیین زرتشت جایگاهی دارد در هنرها بوده و در هایی که کهن هستن بوده برای نمونه کسی را که بی گناه بود مجازات می کردن. نام او را سیاوش خطاب می کردن. او را سیاوش می دانستن. ابراهیم نسوختن در آتش خودش یک افسانه است افسانه دروغی بیش نیست افسانه دروغ است اما افسانه ها در یک برنامه بان با می میپردازم که افسانه های شیرین داریم افسانه های تلخ داریم یعنی افسانه های خیر افسانه های شر به موضوع افسانه هم میپردازیم نسوختن ابراهیم در آتش خودش یک افسانه است که پس از خود ابراهیم گفته شده ما نمیتوانیم بگوییم ابراهیم خودش این افسانه را درباره خودش ساخته پس از ابراهیم این افسانه درست شد پرداخته شد این یک دروغ است و هیچ کدام از میارهای عقلی سازگار نیست پیش می آییم به موسا می رسیم که موسا شخصی بود بی سواد و شخصی عادی ای می آبد ای به او خدایش می دهد که اسایی دارد اون اسا مار می شود و با آتشی صحبت می کند که آن آتش را خدا می داند هزارها گذشته از هنوز دلیلی برای اثبات چنین ادعایی نیامده پس از آن عیسی را داریم که نزدیکتر می شود به ما دو هزار سال در تاریخ پیشینه بزرگی نیست وقتی صحبت از تاریخ می شود ده هزار سال هفت هزار سال هشت هزار سال پنج هزار سال تمدن بوده است تازه تمدنهایی هست برای نمونه تمدن جیروفت که هنوز کاملا هایش ادامه دارد و کشف نشده است یاد از ده هزار سال بالا میزند خدمت آن میخواهم بگویم دو هزار سال در مطالعات تاریخی نزدیک است مانند همین دیروز پریروز است خدمتی نیست دو هزار سال که عیسی آمد و گفت من خدای شما هستم. خودش را فرزند یک خدای معرفی کرد بعد او را خدا خواندند و گفت بله هستم خدا هم هستم من فرزند خدا هستم و می توانید بگویید من خدا هستم چرا که من بخشی از خدا هستم و از این خزعبلات تحویل مردم داد دروغ دروغ و اینکه هرچه اندرز و معجزه به او بستند دروغ بود پس از دو هزار و چند سال این مسیحیان متعصب هنوز نتوانستند ثابت کنند که عیسی فرزند یوسف نبوده عیسی از مادری باکره زاده شده دو هزار سال فرصت داشتند نتوانستند به ما ثابت کنند چرا بپذیریم چه چیزی را بپذیریم خرد چرا میتواند بپذیرد اینکه دو هزار و بیست سال چه میدانم از مرگش گذشته است از تولدش گذشته است از بودنش گذشته است و در این دو هزار و سال به ما گفتند عیسی از مادری باکره زاده شد و پدری نداشته یوسف نجار که نامزد مریم بود با او کاری نکرده بوده شواهد که نشان میدهد کاری کرده بوده چرا که علم به ما میگوید تا این عمل لقا انجام نگیرد بچه ای نمیاد در موارد بسیار نادری یک هزارم یک میلیون نفر یک نفر مواردی دیده شده که هنوز هم نتیجه پژوهش ها رو من نمیدانم که دختری باکره یا بدونه آخه بحث فقط بکارت نیست همگان میدانند بحث فقط بکارت داشتن نیست این مایه منی میتواند از پرده بکارت هم وارد شود چرا که کامل که بسته نیست درزی دارد اما باری کنار میگذاریم میگذاریم از این جزئیات در یک میلیون نفر یک نفر علم در حال پژوهش است که افرادی دیده شده شنیده شده که بدون نزدیکی با جنس مخالف باردار شدند اما مگر آنها ادعای پاکی و پیغمبری میکنند یک اختلالی است یک مسئله ای است که در علم پاسخش موجود است شاید ما نمیدانیم اما کسی آمد گفتند از مادری بدون ارتباط برقرار کردن با مرد زاده شده است شواهد به ما میگوید که ارتباط برقرار کرده چرا که یوسف نامزد او بوده و آن زمان هم عهد و پیمان ازدواج و اینکه مراسم گرفتنی نبوده به این شکلی که در عصرهای بعد به وجود آمد با او بوده نامزدش بوده و بچه ای به دنیا آمد تا جایی که می شود دید نگاه کرد شواهد بر وجود پدر هست اما شواهدی به ما ندادند دو هزار سال است دلیلی به ما ندادند دو هزار سال است که عیسی از یوسف نیست یا کسی دیگر نمیدانیم از مردی دیگر نیست پدری نداشته دو هزار سال است نتوانستند دلیلی بیاورند یک دلیلی بیاورند بنابراین جزء دروغ ها قلم داد می شود این قطعیت را نمی شود در هیچ چیزی پیدا کرد شما اگر دلایل بر حقیقی بودن مطلبی نداشته باشید و بگویید هرچه پژوهش شود دلیلی بر حقیقی بودنش یافت نشود جزء دروغ ها قرار می گیرد دروغ که چیز خاصی نیست که روی آن نوشته شده باشد دروغ هر آنچه که حقیقت نباشد دروغ است حال اینکه اگر تعریف دروغ را اینجا تکرار کنم تعریفش را بیان کنم از همین مفهومی که آوردم دروغ به سخنها و رفتارهایی گفته می شود که حقیقت نداشته باشند اما گوینده و انجام دهنده آنها ادعای حقیقی بودن آنها را داشته باشد و هیچ شاهدی شواهدی بر حقیقی بودنشان نباشد این دروغ است حال اینکه مردم خرافاتی بودند، بخشی می انتخاب انتقاد نمی کردن، بخشی هم انتقاد می که کشته شدن بیچاره ها سر بلند کردن اعتراض کردن گفتن این چه حقیقتی است که شما میگوید چطور ممکن است عیسی خدا باشد و خدایی که می میگویید ما را ساخته است دنیا را ساخته است چطور ممکن است این آدم هم خودش مخلوق باشد هم خالق چطور ممکن است دو هزار و اندی سال است خود مسیحیان گرامیان با آلمانشان با کشیش های بزرگشان هنوز خودشان در این تسلیس گیج و منگ ماندند نمیدانند کجایش سر است و کجایش دم کجایش منطقی می شود به آن چسباند نمی شود این چه حقیقتی است پس دو هزار سال نتوانستن اثباتش کنن خب دروغ است تازه اگر بخواهیم خود را یک شنونده خام در نظر بگیریم اگر منتقد باشیم که در پنج دقیقه خدا بودن و خالق داشتن این دنیا و پیامبر بودن افراد را در پنج دقیقه علمی و منطقی و فلسفی رد می کنیم بسیار آسان است و کرده ایم اما اگر خود را مخاطب و شنوندگی خام هم در نظر بگیریم که هر سخنی را می شود در گوش او فرو کرد چطور ممکن است حقیقتی باشد دو هزار و اندی سال نتوانند شواهدی بر حقیقی بودنش بیاورند چطور ممکن است نسلها در این دو هزار سال آمدند و رفتند در نادانی مردند بخشهایی اعتراض کردند و این پاسخ را به آنها ندادند مردند ببینید چقدر احمقانه است این مذهب و اینجا میگویم قطعا دروغ است عیسی پیامبر بودن و عیسی خدا بودن و خدایی بودن و این پسرش بودن و از مادر بدون شوهرزاده شدن و اینها قطعا دروغ است با قطعیت تمام میگویم دروغ است چرا به این دلیل که ناچاریم بگوییم دروغ است سببی بر وجود و حقیقی بودنشان نیست دو هزار سال است نتوانستند کسی که 500 سال پیش منتقد مسیحیت بود و به او دلیلی ندادند و عمرش سر آمد و مرد او را در نظر بگیرید کسی که مسیحی بود و به این اعتقاد داشت و هی عبادت مسیح را میکرد و منتظر کراماتش بود و ندید و مرد او را در نظر بگیرید امروز زنده ما را در نظر نگیرید دو هزار سال است این دروغ دارد سر پا ایستاده و راه می رود. و به قول خودشان خدایشان که میگویند دروغ دشمن خداست خدا عیسی را دوست می داشته خدا دروغگویان را دوست دارد و من اینجا می گویم دروخگو دوست خداست گرامیان دروغگو دوست خداست چرا که آن خدایی که اینها می گویند و به ما معرفی کردند گفتند که عیسی را دوست می داشته این همه دروغ به ما گفت عیسی این چه دین و این چه منطق و این چه عقل و چه خردی هست که دو هزار سال اثبات نشود نگاه کنید در علم ریاضی در علم فیزیک مسئله ای اگر سالی به درازا انجامد حل نشود راهی دیگر انتخاب میکنند مسیر حلش را از این مسیر به مسیر دیگر تأخیر می دهند. چطور ممکن است دو هزار سال نتوانند یک مسئله را حل کنند و هنوز هم در آن ماندند بزرگانشان هم در همین تسلیس گیج و منگ است یک دروغگو بوده عیسی مسیح دروغ گفته و مردم خام و ساده دیدند و پذیرفتند جمعی هم گرد او آمده و چاپلوس او بوده شاید مقداری هم پول صرف کرده باشد شاید مقداری هزینه ای کرده باشد یا کسی اسپانسرش بوده است از این مسئله نفعی می برده مانند آن دولت هایی که اسلام سیاسی را در شرق گسترش دادند نفعی می برده اسپانسر این مسئله شده تا بر نادانی مردم بیفزاید و خود نفع خود ببرد و همینطور این تبلیغات گسترش پیدا کرده تا جایی که از شهرهای دور هم ندیده و نشنیده به او ایمان آوردم و نکته خیلی ظریفی هست گرامیان در رابطه با همین عیسی مسیح که اهل ناصره بوده است و از این مناطق اسرائیل کنونی یعنی اورشلیم گرامیان توجه کنید پیش از عیسی موسی بود و موسی این مردم را یهودی کرد به عبارت ساده بگویم توجه کنید عیسی آمد تا دین را کاملتر کند و مردم را آگاه تر کند ولی نگاه کنید مردم بنی اسرائیل هنوز هم یهودی هند. هیچگاه عیسی را قبول نکردند مردم بنی اسرائیل که اسرائیل کنونی است شما بروید نگاه کنید یهودی مذهبند اگر در چین هم مسیحی باشد به همان تعداد می شود به مقیاس همان در بنی اسرائیل هم مسیحی دید اینکه آمار نمی شود اینکه به شمار نمی آید یعنی به عبارتی عیسی مسیح در منطقه خودش شکست خورد کسی به او ایمان نیاورد بنی اسرائیل به او ایمان نیاوردن کسی به او ایمان نیاورد او را یک دیوانه می و دروغگو گو هنوز هم یهودیان ایسا را یک دروغگو گو بیان نمی کنند اگر می یا میپذیرفتند که عیسی یک ناجی است و از سوی خدا و بعد از موسی آمده برای تکمیل رسالت او او را میپذیرفتند کجای بنی اسرائیل به عیسی بودن و عیسوی بودن پیوست میبینیم که رسالت و حرکتش جنبش عیسی مسیح در سرزمین خودش شکست میخورد و او را ترد کنند فراری میدهن میدانند دروغ میگوید هر کسی در محل خودش روشنتر و هویداتر است همین بلا سر محمد آمد که از مکه فراریش دادند یهودیان مکه مردم قبایل اصیل مکه او را یک دیوانه بی چشم روی سر گردنگیر خاتل می دانستند و یک دروخگوی شیاد فراریش دادن از مکه تردش کردند سر به روی مدینه نهاد و عیسی مسیح هم همینطور مناطق خودشان او را میشناختند و چنین دروغ هایی را میشناختند چنین دروغ هایی برای آنها آشنا بود خودشان این دروغ ها را ساخته بودند یهودیان تخم این دروغ ها را خودشان انداخته بودند میدانستند به عبارت مرسوم امروز پیش قاضی نمیشد ملق بازی کرد یهودیان قاضی بودند و حواریون عیسی کسانی که ملق بازی میخواستن پیش قاضی بکنن نمیشد که خود یهودیان گسترش دهنده و بزرفکن این دروغ بودند میدانستن از چه جنس دروغی میشود گفت و نمیشود گفت و کجا باید گفت و کجا نباید گفت نیک میدانستن برای همین عیسی مسیح را ترد کردند نپذیرفتند دروغ می گفت دروغ می گفت به همین سادگی دروغ می گفت به روشنی عرض می کنم عیسی مسیح دروغ می گفت حال اینکه برای چه دروغ می گفت و سر چه دروغ می گفت بحث امروز من نیست ولی دروغ می گفت خدا و فرزند خدا و این را گفته است و آن را میکنیم، و آن را نمی کنیم و خوزبلات و می بینیم که همین خدایی که مذهبیون به ما معرفی کردن عیسی مسیح را دوست دارد خدا دروغگو را دوست دارد دیگر این را بگویید خدایی که شما به ما معرفی کردید دروغگویان خویان را دوست دارد دروخ را دوست دارد پس از او محمد آمد دروغ را نگاه کنید یک دروغ دروغ دیگری باید برای پاک کردنش آورد دروغ که می شود و به ظهور می رسد برای برطرف کردنش باید دروغ دیگر گفت آمد گفت من خدا هستم فرزند خدا هستم و تسلیس را پیش کشیدن گرامیان و در بین همین مسیحیان گروهی بودند. پیرو یک کشیش بودن به نام آریوس این آریوس کسی بود که به تسلیس ایمان نداشت رومی بود پوزش میخوام از منطقه اسکندریه بود این آریوس عقیده ای به تسلیس نداشت اینکه عیسی پسر خداست و از سوی خدا آمده است و خود خداست و روح القدس است و به این خزعبلات ایمانی نداشت مذهبی بود کشیش بود به اینکه عیسی یک فرستنده است از یک خدایی باور داشت کشیش بود ولی به اینکه تسلیس باشد و فرزند خدا باشد و پسر خدا باشد و پدر خدا باشد و روح القدس باشد و از این مسائل آریوس باور نداشت و بر این مسیحیت کاتولیک شورید آریوس را گرفتند گرامیان به کوتاهی بیان کنم آریوس را گرفتند زهر خوراندند که در تاریخ آمده جگرش پاره شد از دهان بیرون زد و هب... اطراف حواریون آریوس را پیروان آریوس را همه آنهایی که توانستند گرفتند و اعدام کردند آنهایی که فرار کردند رو حکم ارتداد صادر کردند که هر جا گرفته شوند اعدام شوند آنها هم فرار کردند سر به ایران گذاشتند بین النهرین و ایران که اینها آمدند مسیحیان ایرانی شدند و رفتند قرآن را برای محمد نوشتند عقیده اینها بود در سلمان فارسی هم بود عقیده اینها در سلمان فارسی هم بود اعتقاد به مسیحیتی داشت سلمان فارسی که آریوسی بود و به تسلیس باور نداشت میخواست این آریوسی بودن مسیحیت آریوسی گسترش پیدا کند به هر روی و آمد چه کار کرد؟ آمد سر به هجاز و در آغاز بسره و بعد به هجاز گذاشت و محمد را دید با محمد آشنا شد و تاریخ بقیه را میگوید به شما گرامیان هست و اینکه مذهب مسیحیت آریوسی یک کتابی دارد به نام انجیل آریوسی در این انجیل آریوسی گرامیان 90 درصد شباهت به قرآن دارد 90 که شاید 90 و چند درصد کپی برابر اصل انجیل آریوسی است قرآن هر آنچه که یهود گفته بود برای حرام بودن و حلال بودن را آن هم تکرار کرده که میبینید در قرآن آمده خوک نخورید شراب نخورید و مسیحیت در کاتولیک تفاوت هایی داشت کوتاه کنم گرامیان این که ایسا گفت من خدا هستم و این دروغ را پیش کشید این دروغ باعث شد یک دروغ بزرگتر پس از او بیاید به نام اسلام برای چه؟ برای این که بر ضد تسلیس بشورد آریوسی ها را که از بین بردن باید مذهبی دیگر می آمد تا تسلیس را رد کند و همینطور اسلام را درست کردند مسیحیان مسیحیان ایرانی در پرانتزی بگویم باعث و بانی بدبختی دنیا همین ایرانیان هستند بدون تعصب بگویم از عقیده ساسانیان زرتشتی گرفته تا خاک به سر ملت کردند چنان خرافاتی در تار و پود فرهنگ ما دوختند و جاگذاری کردند که مردم بیزار شدن از نفس کشیدن راضی به مرگ بودند تا عقیده دیگر از بیرون آمد مدارا کردند نه که مدارای مستقیم کنند چنان که بعضی میگویند پذیرفتن اسلام را نه اما ارز کنم مردم ایران را بیزار کرده بودند با خرافات زرتشتی همین ساسانیان برای همین مسیحیانی که در ایران بودند و به مسیحیت آریوسی باور داشتند اینها رفتند یکیشان سلمان فارسی بود و رفتند قرآن را نوشتند گرامیان از روی عقاید خودشان انجیل خودشان دروغی را عیسی گفت و حواریون عیسی گفتند مبنی بر این که عیسی خداست مذهب مخرب و خطرناک تری پس از او آمد تا مقابله کند با این سخن نگاه کنید دیوانه ای سنگی به چاه می اندازد هشت میلیارد نفر مردم امروز دنیا نمی توانیم درش بیاوریم آخر مرد حسابی چه لزومی داشت بگویی من خدا هستم واقعا نمی شود یا خندید آدم نمی داند بخندد بگرید و اگر بخواهیم خیر مستقیم و منطقی به این منظره نگاه کنیم این دروغ عیسی مسیح باعث به وجود آمدن اسلام شد همین دروغ تسلیس همین دروغ تسلیس باعث به وجود آمدن اسلام شد که خانه خرابمان کند ریشه اخلاق را بکند چنان که کندند ریشه انسانیت را بکند چنان که کندند و در پس میگویند دروغگو دشمن خداست کدام خدا خدایی که ما میگوییم ابراهیمی اگر خدایی که شما میگویید را در نظر بگیریم که عاشق دروغگویان است خودش هم دروغ است و دروغگویان را دوست دارد کمی راست بگویید نمی میرید کمی هم راست بگویید شرافت اخلاقیتان کجا رفته کمی منطقی باشید سفست بافی را کنار بگذارید بخشی از نقد ها را هم بپذیرید با شعور مردم بازی نکنید بس است دیگر این دین های لجن را به زبالدان تاریخ تف کنید کنار بگذارید بنابراین گرامیان روشنی میبینیم خدایی که به ما معرفی کردند تحت عنوان خدای ابراهیمی دروغگویان را دوست دارد دروغگو دشمن او نیست دروغگو دشمن خدا چرا که برای ما گفتند میگویند دروغگو دشمن خداست در حالی که به روشنی دیده میشود این خدایی که اینها میگویند دروغگو دوست اوست دروغگو را دوست دارد دروغ را دوست دارد و دروغگو دوست خداست حال گرامیان دروغ ها را برای شما گرامیان به سه دسته تقسیم کنم می شود گونه های مختلف دروغ را بیان کرد در دسته های گوناگون و انواع گوناگون اما دروغ ها را برای شما به سه دسته تقسیم کنم شاید به موضوع کمکی کرده باشد یکی اینکه که دروخ... های ما داریم گفتاری هستند دروغ های گفتاری دوم دروغ های کرداری هستند و سوم دروخ های پنداری از این سگانه گفتار و کردار و پندار بهره بجوییم دروغ گفتاری دروغ کرداری و دروغ پنداری دروغ گفتاری دروغی است که شخص گرامیان میآید ادعایی میکند و آن ادعا را حقیقت میداند یا حقیقت معرفی می کند اما باطل است و هیچ دلیلی بر حقیقی بودنش نیست و او پیش نمیکشد برای نمونه همین خدا بودن عیسی آمد گفت من خدا هستم یا پیغمبر بودن محمد به دروغ آمد گفت من پیغمبر خدا هستم این یک دروغ گفتاری بود دروغ کرداری دروغی است که شخص برای نمونه خودش را انسان خوبی نمایش میدهد نشان میدهد اما در ذات نیست یک رفتارها یک کردارها کارهایی انجام میدهد که شخصیت واقعی خود را پنهان کند همین محمد که میگویند وقتی صحبت میکرده میگفته قیبت نکنید دزدی نکنید اه چه خوب پندهای خوب میدهد اما در عین حال خودش هم دزد بوده هم غیبت میکرده همین محمد پیغمبر مسلمین هم دزد بوده هم غیبت میکرده ثابت میکنم در قرآن آمده دزد بودنش از قنایم جنگی وقتی که به جای حمله می برد و یورش می برد به قارت می کشید اموال آن مردم را از زن و بچه گرفته تا اموال مادی همه را به قارت می برد اگر این دزدی نیست پس چه دزدی است؟ به من بگویید مردمی که فقط مشکلشان این بود که اسلام را نپذیرفته بودند نه جنگیده بودند نه به میدان جنگ آمده بودند که برخی از این مسلمین احمق میگویند قنایم را در میدان جنگ گرفته است کدام منطقه و کدام در تاریخ را نگاه کنید کدام مردم به عربستان حمله کرد تا محمد از خودش دفاع کند در تمام جنگ ها محمد مهاجم بود آغازگر جنگ او بود میآمد به مردمی وارد میشد میگفت یا ایمان بیاورید به اسلام یا میکشمتان یا مالیات بدهید یا فلان و فلان و فلان و این تهدیدها آنها هم نمیتوانستند عقیده کهن خود را کنار بگذارن و یک شبه مسلمان شوند مقداری مقاومت میکردند میگفتند نمیخواهیم و او هم اموالشان را به قارت میبرد و آن تجاوزها را میکرد اگر این کار محمد دزدی نیست پس چه است به من بگویید خب خودش دزد بود میآمد در مسجد به مردم میگفت دزدی نکنید دستتان را قطع میکنیم و دست بعضی درمانده ها را قطع میکرد اما کسی نبود دست خودش را قطع کند که این همه دزدی و جنایت میکرد و سخن دیگر که میگفت قیبت نکنید اما در قرآن میبینیم پر از قیبت است از اهل کتاب بپرهیزید با یهود و نصارا صحبت نکنید آنها شیطان هستند آنها کافر هستند آنها درست نیستند پاک نیستند این قیبت نیست اگر این قیبت نیست پس چه است یا خدا قیبت کرده در قرآن خدای شما که به او ایمان دارید خدایتان قیبت میکرده یا اینکه محمد که او آن آیه را نوشته درباره آن مردم قیبت کرده غیبت است پس چه است این دروغ کرداری محمد بود ارز کردم دروخ ها سه دسته می توانند باشند دروغ گفتاری که کسی ادعایی کند و حقیقی نباشد باطل باشد دروخ دو دوم کرداری که آنطور که ذاتا و حقیقتا نیست برعکس خودش را نشان بدهد کاری کند که مردم فکر کنند آدم خوبی است در حالی که خودش به آن سخنان خودش باور ندارد و عمل نمی کند گرامیان می گفت آدم نکشید خودش می کشت. همین محمد میگفت آدم نکشید خودش میکشت این دروغ کرداری است گرامیان دروغ سوم دروغ پنداری است اگر به کسی دست دهد دیوانه می شود یعنی خودش هم فکر می کند گفتار و کردار دروغینش راست است به خودش دروغ میگوید. که در آخر عمر می گویند محمد پیغمبر اسلام به چنین مرضی دچار شده بود که خودش هم فکر میکرد پیغمبر خداست دروغ گفته بود در دروغ گفتاری دروغ عمل کرده بود در دروغ های کرداریش و در پندار هم بیمار مجنون شده بود خودش فکر میکرد که پیغمبر خداست میگویم تاریخ را میگویم ما که نبوده ایم شاید خودش تا لحظه مرگ هم میدانسته که دروغ گفته به مردم ولی میگویند در آخر عمر خودش واقعا فکر میکرده که پیغمبر خداست و خودش به دروغهای خودش باور و ایمان آورده بود این هم دروغ پنداری که وای به حال کسی دچار آن شود دچار دروغ پنداری در کنار دو دروغ دیگر این سگون دروغ را کسی دچار شود باید او را با زنجیر چهار میخ کرد در تیمارستان گرامیان اگر دروغ گفتاری بگوید کسی در عمل دروغ نکند می شود گفت قابلیت اصلاح دارد اما عملم که بکند و ازش وخیم می شود کسی که دروغ بگوید و در عمل هم دروغ انجام دهد و خیم می شود اما وای به حالش اگر به جایی برسد که پندارش یعنی فکر خودش هم به خودش دروغ بگوید در فکر خودش هم دروغ بگوید در فکر فکر دروغ بکند فکر کند که هر چه که تا حالا گفته دروغ نبوده راست بوده اینجاست که میبینیم این دروغ های سگانه ای که عرض کردم در محمد پیام، پیامبر اسلام بوده در ایسا پیامبر مسیحیت بوده در موسا که کمی کهانتر است و مدرکی بر سخنانش نداریم او را به توپ و تفنگ بگیریم و به نقد بکشیم نمیدانیم موسا واقعا این سخنان را گفته است که اصلا مار من اجدها شد یا به او بستند یا ابراهیم را هم نمیدانیم که اینها را گفته است یا نه اما محمد و عیسی تازه بوده گرامیان شواهد کافی برای دروغگو بودنشان و بودنشان هست اینان شرافت انسانی را از ما گرفتند با همین دروغ هایی که گفتند و خدایی که به ما معرفی کردند خدایی است که دروغ را دوست دارد همین خدای ابراهیمی در حالی که گرامیان دروغ ممکن است در بعضی موارد دروغ هایی داشته باشیم که خیر باشند برای نمونه دروغ هایی که منفعتی هستند پزشکان به بیمار دروغ میگویند بیمار اگر چهل روز دیگر زنده است به او میگویند حالتان خوب میشود نه مشکل خاصی نیست برای اینکه این چهل روز شاید شاید امیدی به بهبودی کاملش باشد انرژیش را از دست ندهد یا دروخ های دیگر هست مسلحتی گاه به گاه ممکن است خیر باشند برای نمونه بخواهی جلوی یک خونریزی و جنگ را بگیری دروخی بگویی که باعث شود جنگ بخوابد کسی دشنامی به کسی داده است و طرف میآید میگوید چه گفت من نشنیدم چیزی گفت بعد شما بگویی که نه با من صحبت میکرد به شما نبود این یک دروغ مسلحتی است اگر شما عین اون سخن را تکرار کنید خب جنگ میشه دروغ مسلحتی ممکن است خیر باشد در بعضی موارد و دروغ منفعتی هم داریم که پزشکان چه میدانم روانشناسان افرادی که معلمان معلمی به بچه دانش آموز دروغ منفعتی میگوید میگوید تو آینده بسیار بزرگی داری تا اعتماد به نفس بچه بالا رود بکوشد خوشحال باشد در تحصیل دروغی منفعتی است و برای طرف مقابل یعنی شنونده دروغ مفید است منفعت دارد اما گرامیان دروغ های دیگری که مذهب و خدا باوران به ما گفتند اینها دروغ های کثیف و رزلی بودند که فقط رزیلت هستند فضیلتی در آنها نمی شود یافت دنیا را خراب کردند دنیا را خراب کردند دنیا به درد زیست نمی خورد حقیقت را به شما بگویم دنیا را خیلی خراب کردند همین مذهب باید امید داشت باید کوشید که کمرنگ شود کنار برود روزی سرانجام برای همین من میخوشم در حد توان خودم کمک کنم با برنامه هایی که دارم با صحبت هایی که دارم و هر کسی در این زمینه در هنر در چه میدانم هر کاری و هر می میتواند به این روشنگری کمک کند تا از گودال سیاهچال جهالت بدر آییم اگر خودمان هم فرصت بهرهمندی از فوایدش را نداشته باشیم نسل آینده بذر دانایی بپاشیم امیدوارم بذر دانایی هر روز بیشتر پاشیده شود و تمام انسانهای دنیا گرامیان به راستی به راستی رهنمون شوند بیدار شوند و به سمت راستی بیایند و این دروغ‌های پست را کنار بگذارند مذهب و خداباوری و این قبیل خرافات را در آخر می گویم که چنان که به ما خدایی را معرفی کردند آن خدا دروغگو را دوست دارد و دروغگو دوست خداست پس ما نه دروغ را دوست داریم و نه آن خدا را میپذیریم و نه این فرهنگ را درود به شما گرامیان امیدوارم که در راستی زیست کنید و همیشه سربلند باشید بدرود